سرخط خبرها. بازداشت هفت آدمربا در غزنی. چند گروپ هست؟ یک گروپ تروریستی که چهار نفر شما میبینید، که یک نفر به نام ملا فرید، بچه ملا وکیل که پدر ازی ملا صاحب که از منگور فعالیت میکنه، در اختطاف وکیلای محترمه که یک سال قبل شده بود به نام فریبا کاکل یادست داشته. ادامه تجمع و تحصن در منامه. مردم بحرین نسبت به هر گونه تعرض به شیخ عیسی قاسم هشدار دادند. و برگزاری دور سوم مذاکرات صلح سوریه اواخر آگوست. اجازه دهید خیلی واضح بگویم. هدف اصلی ما در مرحله سوم مذاکرات راه اندازی گفتگوهای بین سوری در ختم ماه آگوست است. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به اخبار ساعت یک از تلویزیون تمدن. مسئولان امنیتی غزنی از دستگیری هفت تن به اتهام ترور و ارتکاب جرایم جنایی خبر می‌دهند. امین الله امرخیل فرمانده پلیس غزنی می‌گوید ملا فرید که در اختطاف فریبا کاکر نماینده مجلس دست داشت نیز در این جمع شامل است. جنرال امین الله امرخیل گفت این افراد در طی 10 روز اخیر در نتیجه عملیات‌های مشترک که از سوی نیروهای امنیتی غزنی راه اندازی شده بود دستگیر شدند. فرمانده پلیس غزنی افزود افراد دستگیر شده به گروه‌های مختلف تروریستی تعلق دارند که در شهر غزنی به ترورهای انفرادی و اختطاف افراد دست می‌زدند. ظرف 10 روز میشه که عملیات‌های ما که دوام پیدا کرد، خصوصا تروریستایی که در شهر غزنی با تفنگچه‌ای که خپکن یا بی صداست فعالیت میکنه، این تحت تعقیب ما بود. چند گروپ هست؟ یک گروپ تروریستی که چهار نفر شما میبینید، که یک نفر به نام ملا فرید، بچه ملا وکیل که پدر ازی ملا صاحب که از منگور فعالیت میکنه، در اختطاف وکیلای محترمه که یک سال قبل شده بود به نام فریبا کاکل یادست داشتن. فرمانده پلیس غزنی از مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی در شهر غزنی خبر داد و گفت پیش از این در هر ماه 30 تا 40 تن در شهر غزنی ترور می‌شدند، امروز اما جلو این فاجعه گرفته شده است. و در شهر غزنی بر شما بهتر معلوم است که فعالیت‌های تروریستی زیاد بود سابق. حتی در سال‌های گذشته به ما گفته شده که در یک ماه 30 نفر 40 نفر یا ترور می‌شدند. او شبکه ان شاء الله با فعالیت‌های مشترک نیروی امنیتی مقیم دولت غزنی تارمار شده و شما میبینید که اکثر افراد از یک کشته شد. این در حالی است که روز گذشته رئیس امور زنان غزنی از یک حمله مسلحانه جان سالم به در برد، اما معاون مستوفیت غزنی در این حمله کشته شد. شورای اخوت اسلامی ولایت بلخ حمله به مظاهره کنندگان جنبش روشنایی در کابل را محکوم کرده و خواستار شناسایی و عامل مجازات عاملین آن شدند. مولوی محمد شاه عادلی رئیس شورای اخوت اسلامی شمال گفت انجام چنین جنایت‌های ضد انسانی توسط گروهک‌های تروریستی تحت نام دین اسلام تنها به هدف بدنامسازی این دین مقدس انجام می‌شود و به گفته او چنین حرکت‌های غیر دینی هیچ ربطی به اسلام ندارد. برخی از اعضای شورای اخوت نیز ضمن محکوم کردن حمله دوم اسد آن را ضربه‌ای به عزت و آبروی مسلمانان عنوان داشتند. مسلمان‌ها در جامعه زندگی می‌کنند، در اونجا خشونت است، در اونجا قتل است، در اونجا قتال است، در اونجا خدای نخواسته به عزت و آبرو جان، مال، ارث و آبرو، حیثیت شرف، عقل و حیثیت انسانی ضربه زده میشن. این مسائل است که از بودی دین و بودی مزایای دینی کاملا فاقدیت است. همچنین استاد محمد کاظم جعفری رئیس شورای علمای شیعه بلخ با وحشیانه خواندن کشتار تظاهرات کنندگان دوم اسد در کابل آن را محکوم کرد و خواستار رسیدگی به خانواده های شهدا و متضررین از این رخداد شد. استاد جعفری همچنین خواستار برگزاری محفل سراسری یادبود شهدا در این ولایت گردید. از طرف شورای اخوت اسلامی، از طرف